با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه آموزش HTML CSS در خدمتون هستم. این جلسه میخوایم در رابطه با بلاک اند اینلاین لول المنت صحبت بکنیم. اینکه ما توی HTML تگ هامون به دو گروه تقسیم بندی میشن، المان در تگ های بلاک لول و تگ های اینلاین لول. میخوام ببینیم اینا فرقشون چیه و چجوری توی صفحه نمایش داده میشن. خب بیایم اینجا بچه ها سایت دبلیوتولی میگه که بلاک لول المنت ها المنت ها همیشه از یک خط جدید شروع میشن و کل عرض موجود رو میگیرن. یعنی چی بچه ها؟ یعنی که وقتی شما یک بلاک لول مینویسید، یه تگ بلاک لول مینویسید، کل عرض صفحه رو میگیره، تگ بعدی تو خط بعدیه. اما اینلاین لول اینجوری نیست بچه ها. اینلاین لول اونقدر فضایی که نیاز داره رو میگیره. اینجا نگاه کنید، میگه که اینلاین لول اونقدر که فضا نیاز داره میگیره بچه ها، نگاه کنید، و هیچ وقت از خط جدید شروع نمیشه. یعنی مثلا شما یه تگ مینویسید اینلاین لول، اونقدر فضایی که نیاز داره میگیره، بعد در ادامهش تگ بعدی میاد، به شرطی که اینلاین لول باشه البته. اوکی، حالا میبینیم چند تا مثال میبینیم با هم دیگه متوجه میشیم منظورم چی. بلاک لول المنت ها اینجا چند تا مثال زده، ادرس مثلا اونه که معروفن، دیو از همه معروفتره، بعد فرم، اچ1 هدینگ هامونه، هدرمونه، HR، LI، نوه، پی بچه و پاراگراف، تیبل، سیکشن، UL، ویدیو، اینا همه بلاک لول هستن. اما این لاین ها چیه بچه ها؟ تگ A لینکمونه، بعد باتنمونه. شما 10 تا باتن اگه پشت سرم بذارید، همه بغل هم بغل هم بغل هم میره تا صفحه پرشه، عرض صفحه پرشه. اینطوری مثال الان میبینیم ازش. بعد ایمیجمون هم اینلاین بچه ها، بلاک نیست. اینپوتمونه، بعد اونایی که معروف تر هستن اسپنمون یکی از اون معروف هست بچه. حالا بریم چند تا مثال ببینیم دستمون بیاد بچه. خب بریم چند تا مثال با هم ببینیم بچه. فرض کنید من اینجا یه تگ پی می نویسم بچه ها، 50. من اینجا رفرش میکنم، این تگ پی منه. حالا تگ پی بعدی رو من بنویسم بچه ها، اوتوماتیک وار میره تو خط بعدی. دنیا کنید، از خط بعدی شروع میشه. یه تگ پی دیگه می نویسم بچه ها، این دفعه توش فقط یه کلمه می نویسم. ببین اینجا رو کاری نداره که حالا بذارم یه تگ دیگه بعدی بنویسم، مثلا یه دیو بذارم این دفعه دیگه، دیو هم بلاک لوله، مثلا توش می نویسم هلو ورلد، میره خط بعدی. بذارم من دور اینا یه بوردر بکشم بچه ها که ببینید منظورمو. استایل بوردر، حالا فعلا با این بچه کاری نداریم، اینا رو من بعد انشالله یاد میگیریم. اینجا رو یک بچه ها، یه دونه کلمه بیشتر نیست بلاک، چون بلاک لول کل عرض سفر گرفته. من اگه سفر رو بزرگش هم بکنم، اینجا نیا کنید، باز کل عرض سفر میگیره. چرا؟ چون بلاک لوله، کاری نداره یه دونه کلمه است یا چند خطه، کل عرض سفر رو میگیره. ولی بلاک لول بعدی که میاد خط جدید شروع میشه. این درستش کنم بچه. خب سراغ بعدی یه اینلاین لول با هم ببینیم بچه. مثلا یه تگ A میذارم، هشتگ یعنی که به لینک به همین صفحه بچه، لینک اسمشو میذارم یک، و یه چند تا لینک دیگه هم کپی میکنم، لینک دو،
این که سه. بذار یک شو باتن بکنم وسطی ها بچه باتن اسمشو میذارم مثلا ساب میت، یه رفرش میکنم یه دونه فاصله بین این رو بدم که باشن ببینید. بیار خب الان نیا کنید بچه ها، اینا کل سفر رو نگرفتن، پشت سر هم افتادن. حالا اگه من به اینم استایل بدم، اینو مثلا میدم گیری که به اینم بدم گیرین، به اینم بدم گیرین. اینجا نیا کنید وقتی چقدر فضا میگیرم، به اندازه که نیاز دارم فضا میگیرم، بیشتر فضا نمیگیرم بچه ها. این نکتهشونه. حالا اگه من پشت سر اینا بیام یه دونه بلاک لول بزنم بچه ها، دیف مثلا همون هلو، بلا فاصله میره خط بعدی. میبینید بچه ها، چون بلاک لول از خط جدید شروع میشه. پس فرق بین این لاین لول و بلاک لول اینه که بلاک لول ها از خط جدید شروع میشن، اما این لاین لول ها از خط جدید شروع میشن و پشت سر همن و کل فضا را اشغال نمیکنن، به اندازه که نیاز دارن اشغال میکنن. مثال دیگه هم بزنم بچه ها، مثلا اگه بریم وسط یه بلاک لول، من یه دونه این لاین لول بنویسم اسپن الان کنم، وسطش یه چیز نوشتم، این لاین نوشتم، همون وسطش نشون میده بچه ها. خط جدید دیگه نمیره. بذار استرانگش بکنم که ببینینش. اینجا نیا کنم وسط بلاک لول شما یه این لاین بنویسید، دیگه خط جدید شروع نمیشه، همون داخل خودشه. و نکته آخر بچه ها، شما تو CSS میتونید اینو عوض کنید، یعنی میتونید بلاک رو بکنید این لاین، این لاین رو بکنید بلاک. یکی دیگه هم داریم به اسم این لاین بلاک، یعنی یه خاص یه خاصیت این لاینی داره، یه خاصیت بلاکی داره. میبینیم اینو تو سی اس اس راجبش صحبت میکنه. پس اینا قابل تغییره، اما ذاتا به این شکل هستن. توی طراحی صفحاتتون بچه ها خیلی باید به این عناصر دقت بکنید. یه جایی این اینلاین بلاک بودن ها دچار دردسر میکنه، شما رو اذیت میکنه، و بعد حواستون باشه که چه تگایی استفاده میکنید، این تگ بلاک یا اینلاینه. خیلی خوب بچه ها، بیا بریم ادامه. من پس تو ویدیو بعدی در خدمتتون باشم. فعلا خدافظ.